برقرار نکنه، بعد حالا ماسک اینا. یه راهی که توی ایران خیلی بهش بی توجهی شد، منم هیچ موقع نفهمیدم راسته چرا، ولی تقریبا همه جای دنیا بهش بها دادن، راهی که بهش میگن اصطلاحاً راهگیری تماس، کانتکت تریسینگ. این اینجوریه توی ایران هم انجام میشه. شما مثلا کرونا گرفتی، میری تست میدی، تستت مثبت میشه، اولین کاری که میکنن وقتی میری تست میدی اینه که یه لیست بهشون بده که تو با کیا در ارتباط بودی، شمارهشون رو بده، ما زنگ میزنن آقا شما با یه آدمی در ارتباط بودی این کرونا گرفت. خب یه سری مشکلات داره دیگه، بهم میگن مانوال کانتکت تریسینگ، یعنی یه سری یادت نمیاد، یا آدم تو مترو دیدی اصلا نمیشناسی، بعد مثلا چه میدونم با یکی رفتی بیرون نمیخوای اصلا کسی بفهمه اینها. برام یه راهی که خیلی هوشمندانه از قدیم هم بود ولی الان جدی شد این بود که اومد آقا مثلا هر موبایل یه بلوتوث داره و بیایم یه نرم افزاری درست کنیم روی این موبایل ها که وقتی دوتا آدم نزدیک هم قرار میگیرن این بلوتوث رو میبینه، واسه هم یکی یه ارتباطی بین این دوتا آدم برقرار شده و با لحاظ همه مسائلی که اخلاقی و فنی و اینها در نهایت توی یک ساختاری ما میفهمیم که چه کسی با چه کسی در ارتباط بوده. یعنی مثلا من امروز رفتم دانشگاه و تو راهم مترو سوار شدم، اتوبوس سوار شدم و این بلوتوث من روشنه، همه آدم هم بلوتوثشون روشنه و این حفظ شده. حالا مثلا من میام خونه، میرم سرفه میکنم، میرم تست میدم، تستم مثبت میشه و مثلا که تستم مثبت میشه برای همه آدمایی که با من در تماس بودن، در تماس فیزیکی بودن، یه نوتیفیکیشن میاد که دینگ دینگ آقا شما در معرض خطر بودی، اولا که برو خودتو قایم کن از بقیه، دوم که برو تست بده. و مثلا اینجوری که سازوکار خیلی مچه، یعنی با وزارت بهداشت مچه، یعنی تا مثلا برات نوتیف میاد که آقا شما در معرض بودی، همون موقع بهت میگه که نزدیکترین جایی که میتونی بری تست بدی کجاست. و وقتی میری تست میدی باز مثلا اینو به بقیه میگه، اینها رو نگه میداره. این کار سبب میشه که خیلی از اون آدمهایی که ناقل بدون علامتن خصوصا، اینها دیگه نرن اینقدر توی جامعه و این ویروس رو پخش کنن ناخودآگاه و یک مقدار زیادی از عفونت توی جامعه کم میشه. بیسیک منطق کاره که خب خیلی خوبه، ولی خب دوباره سوال اینه که چقدر خوبه، تحت چه شرایطی چقدر خوبه. مثلا اگر ما بیایم چه جوری تبلیغ کنیم، مثلا خیلی جالبه چیزای فرهنگی، مثلا فنلاند هر کشورم برای خودش یه دونه از این اپا زد، به خاطر اینکه باید مثلا با یه عالمه چیزای حقوق موقعی اون کشورم سازگار بود و با وزارت بهداشت مت بشه. آخر سرم اپل و گوگل اومدن با هم گفتن آقا هر کی نساخت به درک ما براش می‌سازیم. واسه اینکه شما وقتی میرید تو گوگل پلیت بسته به اون کشوری که توش هستی یه دونه از این نرم افزارا رام بزنی. تو ایرانم یه پروژه شروع شد چون گرفتن، ولی حالا نمیدونم چی شد که پا نگرفت. ولی به هر حال تقریبا توی همه کشور اروپایی مردم اینو دارن، توی آمریکا دارن، یعنی میگم دیگه آخر سر اپل و این. حالا این مسئله که ما دنبالش بودیم این بود که بیایم سناریوهای مختلفو در نظر بگیریم واقع بینانه که چقدر این حالا بالاخره مفید میشه. یعنی اگر مثلا من 50% جامعه هم، چون مثلا اول خیلی هم این به درد نخوره چون مثلا بیشتر از 20% جامعه نسمه میکنه، این هم حرف بدی نبوده. چون مثلا توی فنلاند تقریبا توی یه هفته اول فکر میکنم تا 70% آدمایی که ریجستر شده بودن اینو نصب کردن. ولی مثلا فرانسه اینجور بود که 20% بعد از 2-3 ماه طول کشید که مثلا آدمو نصب کردن. خیلی فرقه، چون این فنلاند یه خیلی آدمای تکنولوژی هست. شما اگر فکر کنید از فنلاند هیچی یادتون نمیاد جز چند تا چیز، یک موبایل نوکیا، یک انگری بیرز، یک کلش آف کلنز، اینا کلا صنعتشونه، یا چوب میفروشن یا تکنولوژی کامپیوتری و آیتی مایتی. مثلا خب خیلی استقبال کردن دیگه. بعد مثلا یه سری ارتباطاتی هم هست، مثلا اگر من نصب میکنم حتما به توی آشام هم رکامل میکنم چون دوستمی آشام اینو نصب کن، یا مثلا خود دانشگاه به همه کارکناش میگه بیاید اینو نصب کن. مثلا این هست یه سری همبستگی وجود داره بین کسایی که اینو نصب میکنن، از اونورا مثلا کسایی که نصب نمیکنن، مثلا یه سری آدمایی هستن که حال نمیکنن با موبایل. سوالی که ما دنبالش بودیم اینه که خب حالا با در نظر گرفتن همه این پارامتر، آقا این اپ ممکنه کار نکنه، سیگنال بلوتوث کار نکرد، آقا اون خطای گلدن فیلد اینا، آقا یکی نوتیف گرفت گفت شما در معرض بودی، گفت هیچی نی خیره ایشالله نرف خودشو قرنطینه کن، و همه این چیزا و اون داستان هایی که شبکه ها ناهمگنی هاشون رو چجوری لحاظ کنیم. نتایج ما راجع به اینه که خب آقا چقدر خوبه،
خلاصه خیابونیش که خیلی خوبه، چون مثلا قبل از اینکه بری جلوتر، پس بنابراین یه سری استراتژیایی هست مثل قرنطینه، مثل گفتی ردیابی بهش میگن. اینو من ترجمه کردم، نه اینکه من بهش میگم رهگیری تماس، کانتکت رهگیری تماس، که همین نرم افزار رو نصب میکنید، بعد اگر که مبتلا شده باشید به دوستانتون هشدار میده اون نرم افزار که شما ممکنه که مبتلا شده باشید، که بعد اینا رو نگاه میکنی از ظاهر میگی که خب این قرار دیگه حل کنه قضیه رو، قرار مسئله رو حل کنه و خیلی خفن و خوبه و اینها، اما بعد ممکنه یه سری خطا باشه توی اجرایی شدن اون پروتکلی که مورد نظره. ممکنه من قرنطینم بکنن ولی قایمکی برم و بیام، ممکنه اون نرم افزار رهگیری رو نصب بکنم ولی مثلا توجه نکنم به نوتیفیکیشنی که میده. در این صورت چقدر میتونیم بیایم محاسبه کنیم ببینیم اون نرم افزاره، اون پروتکله، اون سیاست گذاریه واقعا کارا هست یا نیست؟ درسته همچین صورت مسئله ای داره؟ یعنی ما یه پارامتر داریم بهش میگیم پارامتر کار نکردن این سیستم، که حالا اینو مثلا ببینیم چقدره. خیلی ساده است، شما ممکنه امروز صبح بلند شی بلوتوثت رو روشن نکنی و بری بیرون، تمومه داستان. باید بلوتوثت دائم روشن باشه، مثلا چون بلوتوث سیگنال فیزیکیه دیگه، ممکنه یه جایی رفتی این کار نکنه، خیلی عامل است. حالا خب مثلا نتایج ما نشون میده که اگر این اپ ها در بدترین شرایط اگر 60% هم کار کنه، تقریبا همه ما اتفاق خوبا میفته. خب معمولا تا 60% داره نتایج نه. ببینید تعداد الان من گفتم این کرونا که اومد ما نتورک یه ذره خوشحال شدیم، این مسئله کانتکت تریسینگ آدما با شرایط مختلف ما اینو تست کردن، همه هم گفتن خوبه، ولی خب مثلا ویژگی مختلف رو نگاه کردن، همه هم تا یه میزان قابل توجه میگن خوبه. حالا این کاری که ما کردیم، این پارامتر کار نکردن داستان خیلی برامون جذابه، ولی اونجا نشون دادیم که توی شرایط مختلف 60% حداقل کار کنن خوبه. تازه این واسه کیه؟ واسه اون زمانی که داریم میگیم مردم رندوم این اپ ها رو نصب کردن. ولی خب مثلا ما میتونیم یه عالمه تبلیغ کنیم که سوپر اسپریدر ها نصب کنن، یا مثلا یه تعداد زیادی آدم هایی که به هم ربط دارن، این هم چیز مهمیه، این هوموفیلی که اصطلاحا میگن، نتایج خیلی خوبه. یعنی دو سه تا چیزی که خیلی بهش برای ما مهمه، یکی آستانه پاندمیه، یعنی که تا کجا اپیدمی رخ نمیده و از کجا به بعد رخ میده، یکی که حالا این رخ داد چقدر اندازه و این به شدت موثره. و یا نمی کاره میگم مشکلی که دیتا نداریم، چندین آزمایش جمع جور انجام شده که آقا این کارها در عمل دیتا چی میگه، دیتا خوب بوده. مثلا یه دیتا ست خیلی معروفه است بهش میگن دیتا ست کوپنهاگ، اینا اومدن توی مثلا مدرسه دست مش دانشجو تو استودنت از این تریکرها بستن، از این ساعت‌های هوشمند، و یه دیتا ست جدی تمپرال داریم که مثلا این شبکه کانتکت چجوری، و وقتی این مدل رو روی اون رام می‌کنی نتایج خوب میده. یعنی اول پیپر که گروه ما روی 3 4 تا دیتا ست تجربی تست کردیم چند وقت پیش، مثلا در حد یه هفته دو هفته پیش، یه آماری از لندن اومد که اینقدر چشمگیر بود که بی بی سی تبلیغش کرد. یعنی بی بی سی قشنگ مطلب نوشت، ویدیو براش درست کرد که آقا این کانتکت تریسینگ چقدر خوبه، و این فقط راجع به کرونا نیست، راجع به بیماری‌های مختلف جواب میده، راجع به مثلا بیماری‌هایی که ناشی از این چون مثل مالاریا اینا، و کلا استراتژی خیلی کمک میکنه، چون این سبب میشه که شما اصطلاحا وقتی میخوای این محدودیت رو برداری حواست باشه که مانیتور میکنی. قشنگ دولت داره مثلا میگه خب آقا مدارس باز، جیم باز، رستوران باز، با این کانتکت تریسینگ یه چیزی رو میبینی. مثلا این کار جالبی که یه گروه دیگه کرده، اومدن پخش اون گونه انگلیسی رو با این مدیریت کرد. شما اینو بچه‌ها یه ذره تکنیکیه، یعنی شما وقتی میری تست میدی بهت میگن داری یا نداری. اگر بخوام بگن چه نوعی رو داری، من اما میگم من رفتم رو کرونا گرفتم انگلیسیه، گفتم از کجا، و خانم همون موقع بهم گفتم نه نمیشه، اینو اصطلاحا میگن سکانس میکنن، یه ذره کار بیشتر روش کنن، بعد مثلا از ژنتیکش میفهمن آ این اون مدلی احتمال زیاد. مثلا اینا این کارو میکردم، مثلا از تعداد زیادی اینا که تستشون مثبت بود سکانس میکردم ببینن که این چه ورینتیه، بعد مثلا نگاه میکردن که او مثلا چقدر این، مثلا یکی از پارامترایی که توی مدل های کامپارتمنتال نرخ تبدیل آدم سالم به مریضه، اینو چه جوری ما از دل داده بفهمیم. به کمک این اپ های کانتکت تریسینگ اینو خیلی خوب میشه اصلا تیون کرد، پیچشو تنظیم کرد. چرا؟ چون مثلا ما میبینیم که توی دیتا ستی که داریم از یه آدم که گونه مثلا انگلیسی رو داشته انقدر آدم گرفته، اون آدم که گونه دیگه داشته انقدر دیگه رو گرفته.
خلاصه که کار با مزه یا لام دارم چند تا نتورک ساینتیز از اینجا بیاد این پیپر ما رو سایت کنه توی کارهای آینده شما آرشام اینا پیپر بنویسن ما رو سایت کنه. ولی میگم خیلی عجیبه که چرا توی ایران شکل نگرفت. من دلایل خوبی نمیبینم ولی اتفاق عجیبه. خیلی مسائل رو جدی نگرفتن به اون صورتی که باید، حالا به هر دلیلی که بوده، ولی خیلی مسئله جذابیه این که یه جاهایی اعمال شده و نتیجه خوب بوده. و بعد کار عباس اینا که الان روی کتابخونه دیجیتال آرکایف هست، اگر دوست داشتین میتونید برید ببینید، میاد نشون میده که نتیجه بخشی و کارایی این پروتکل چی بود، رهگیری تماس، این پروتکل رهگیری تماس یک چیزی نزدیک به 60% پایداری داره. یعنی حتی 40% خطا هم بذاری داخلش هنوز داره جواب میده برات. و این به نظر من واقعا قابل توجه. اصطلاحا ما میگیم روباست، یعنی که تنوور و مقاوم نسبت به خطا و این چیز خوبیه. کار ما واسه من که مثلا کارم نه، از یه جهت دیگه هم خیلی ریاضیاتش تر تمیز در اومده. یعنی یه روش خیلی عادیه که ما معمولا این فرایندهای زمانی و دینامیک دارو تبدیل میکنیم با یه تکنیکی به اسم روش تراوش به مدل ایستا که خیلی میتونیم راحت تر هندلش کنیم. ولی خب به واسطه این اپ ها، این نرم افزار ها، مجبور میشیم یه حالت مموری اضافه کنیم به مدل تراوش که همه بلده. واسه این از لازم ریاضی چلنج های خیلی جالبه میتلو. یعنی این اونجایی که من از نتورک ساینس خوشم میاد، یعنی اینقدر این مسئله اپلاید و کاربردی و عاقبت به خیری داره واسه آدم و میگن خدا بابا تو بیامرزه، اینو بذاریم کنار، کاری که من میکنم به شدت ریاضیاتش جذابه و سخت. یعنی یک جاهایی مثلا ما میگیم که اگر مثلا شبکه ما هوموفیلی داشته باشه و توپولوژیش مثلا هتروجینس باشه و فلان فلان باشه، ریاضیات فقط میتونه بهتون کرانه بالا رو بده، نمیتونه دقیقش رو بده. و حالا بیاید فکر کنیم ببینیم چه جوری اینا میشه بهش بازی کرد ریاضیاتش رو. مثلا بیام الان مثلا اون کاری که رو آرکایوه، یه بخشی که ما بهش اضافه کردیم هنوز نداره و اون روشایی که مثلا از فرآیندهای تصادفی میاد که بهش میگن برانچینگ پروسس. میخوام بهتون بگم معنی که دارم کارو میکنم، علت اصلیم از اینکه این کارو میکنم دو تا چیزه. یکی اینکه به شدت کاربرد داره و اون که ریاضیاتش خیلی دوست داره.